سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز همونجور که بهتون قول داده بودم در ارتباط با سهام هایی که بیش از 3% اختلاف قیمتی داشتن میخواییم صحبت بکنیم و معرفیشون بکنیم، یه چند تایی رو هم بررسی بکنیم و یکی دو تا ترفند هم انشاءالله خدمتون لابلای صحبت ها بگم. اگه یادتون باشه ما دیروز الگوی ساعت رو با هم بررسی کردیم و حالا اون ویدیو رو حتما ببینید، آدرسش رو میذارم این بالا، و گفتیم یکی از الگوها اینه که قیمت پایان در پایان معاملات سهام هایی رو پیدا کنیم که بیش از 3% در اون روز آخرین معامله شون از قیمت پایانیشون بیشتر بوده و بعد بریم اونا رو بررسی کنیم که ببینیم واقعا منشأ این چی هستش. و خب این منشأ خیلی مهمه که امروز می‌خوایم این کار رو با همدیگه انجام بدیم. خب رافزای حالت رو داشته که خب این عرض اولیه یه هیچی. ببینید رافزا و امین و عرض هم خدمتون وله پارسا، اینجا شاروما، قگیلا و بگیلان و اینایی که عرض اولیه هستن و این اتفاق براشون افتاده مثل پیزد و اینا رو اصلا کاری ندارم من دیگه اینا چون عرض اولیه بودن قطعا این اتفاق براشون افتاده به خاطر اینکه صف خرید سنگین داشتند و هیچ کسی هم حاضر به فروش نبوده، در نهایت قیمت آخر معامله قیمت از پایانی بیشتر بوده، در طول روز هم همش صف خرید بوده، پس اصلا به این حالت ما کاری نداریم. ولی خب سهام های دیگه رو حالا بس بررسی کنید، مثل بساما، بیمه سامان رو ببینید چی بوده منشأ، هتاید که الان من هتاید رو مثلا میزنم همینجا توی سایت بورس که باز بشه ببینیم منشأ کار چی بوده، ونیکی دیروز هم دوستانی حالت رو داشت، پس احتمال داره که ونیکی هم صفحه خرید بوده باشه که حالا اینم باز بکنیم ببینیم منشأ کار چی بوده، شبسیر که خب شبسیر هم الان باز کردم اینجا که با هم خواهیم دید، عرض کنم خدمتون که قه حکمت بوده، قه حکمت رو هم باز میکنیم ببینیم منشأ کار چی بوده، قه شهد رو هم باز کردم که ببینیم منشأ چی بوده دیگه، ببینیم اینجا چیه، آها خپویش، تکنو دیگه، من اینا رو باز میکنم خودتون ببینید، فپنتا، فنورد، ارسام خدمتون پتایر، ایران تایر، توی منسوجاتم ایران مرینوس، نمرینو، اینها سهام هایی بودن که امروز این حالت رو داشتن که خب حالا با هم دیگه ببینیم یکی. خب در ارتباط با هتایت نگاه بکنیم، هتایت تقریبا اون حالتی که ما میخواییم ما داره، پس ارزشش داره که بریم بررسیش بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ببین در طول روز تقریبا ثابت بوده قیمت، روی قیمت حدودا 2270 تومان داشته میچرخیده، تا اینکه از ساعت 11 به بعد ببینید همینجور قیمت صعودی میشه، از 11 به بعد 11 در دقیقه میاد تا 11 و نیم و تقریبا از 11:48 دقیقه صف خرید میشه و قیمت به بالاترین قیمت خودش میرسه. خب چون معاملات اینجا زیاد بوده پایانیش حتی منفی هم شده، ولی خب اون کسانی که اینجا عرض کنم خدمتون خرید کردن، یعنی این قسمت ها خرید کردن این صحرا با قیمت 2270 تومان خرید کردن، تو همین امروز حدود 5% سود کردن دیگه، 6% بیشتر، 6-7% سود کردن، چون از منفی 1 اومده تا مثبت 5 رسیده، اگه آخر کار میفروختن البته، چون پایانی فردا مجدد از این قیمت شروع میشه. ولی خب این رو بایستی بررسی کرد به نظر من، یه سهمیه که میشه بررسی کرد و حالا با هم بررسی خواهیم کرد. و نیکی رو میبینیم، نه و نیکی ببینیم مصاف خرید بوده، در حال خب احتمال داره که هر روز صف خرید باشه که داره این اتفاق براش میفته و البته اینا رو هم میشه بررسی بکنید برای خریدا، ولی ما فعلا با صف خریدی و کار نداریم، چون احتمال داره که این چند روزی همجور صف خرید بشه و گیر نیاد. با 59 میلیون صف خرید خیلی زیاد هستش. خب من میبندم. قند حکمتان و قه حکمت هم همین حالت رو داشته، امروز صف خرید بوده، ببینید اینجا از همون اول که باز شده صفحه خرید بوده، حجم مبناش رو پر نکرده، یعنی فروشنده هم نبوده خیلی کسی که این حتی بتونه 5% هم پر بکنه، این رو هم میبندم.
ساز پوش هم میبینیم همین حالت رو داره، این رو هم من میبندم. ارسلم خدمتتون که خب این که همون تایر بود. قشحت رو هم میبینیم که همین جور بوده، حجم مبنا پر نکرده، اون حالتی که ما میخواییم رو نداره. پتروشیمی بسیر، شه بسیر رو میبینیم، اون حالت رو داره. یعنی ببینید ابتدای کار با منفی باز میشه، قیمت 17184 داشته معامله میشده، یک مرتبه از ساعت 11 رو به بعد ببینید قیمت اومده بالا و دیگه از ساعت 11 و نیم به بعد هم تقریبا میشه گفتش که رو آخرین قیمتش داشته معامله میشده، بالاترین قیمت، و صفحه خریدی هم نبود، نداشته. پس این دوتا ببینید دوستان از توی اینایی که الان من انتخاب کردم، حالا بقیه رو خودتون باید چک بکنید دیگه، اونایی که گفتم این دوتا الان این خاصیت رو داشتن و بنابراین بررسیشون خواهیم کرد. شبسی رو با هم دیگه میبینیم. خب از روی نموداری واقعیتش خیلی حالت خرید را نداره. بزنیم تعدیلش هم بکنیم، فکر میکنم خیلی تغییر کنه، بله چون چیزی نداشته، افزایش سرمایه که نداشته. که عرض هم خدمت تو از روی نموداری خیلی بحثی نمیشه روش انجام داد، یعنی حالت خرید را، پیشنهاد خرید بر از روی نمودار ما اصلا نمیتونیم بدیم، بخاطر اینکه RSI ببینید تو منطقه بالایی، این تقریبا نزدیک حد مقاومت خودش هست. ولی گفتم فعلا دوستان پتروشیمی ها از حالت تحلیل خارج شدند، همشون هم خارج شدند، و عرض هم خدمتون که به خاطر اینکه گروه پتروشیمی ها داره خوب بالا میاد، البته این همگروه هاش مثل همگروه های مثلا شبندر و اینا نیستن، ولی باز هم خوب داره بالا میاد. دیگه امروز دیدید که شبندر و شتران و شیران و همه اونایی که من هفته پیش اینقدر تأکید میکردم اینا رو حتما بخرید، دیگه گیر نمیاند. تنها چیزی که امروز میشد بخرید نوری بود که میشد بخرید، و اول ساعت میتونستی شیران رو بخرید که خب ما برای مشترکینی که جدید ورود کرده بودن و امروز پول داشتن اول وقت نوری و شیران رو خریدیم، و اصلا بعدش هم که دیگه این حالت ها پیش اومد. پس شبسیر را اگر رو قاعده پتروشیمی ها بخرید، اگر نه به خاطر همین هیچ تحلیلی من روش انجام نمیدم. اما در ارتباط با هتایت رو با هم دیگه میبینیم که اینجا موج پنجش رو هم طی کرده، A B C. البته این بی را ما انتظار داشتیم بیشتر بیاد بالا دوستان، یعنی بی میتونسته تا اینجا بیاد بالا تا 2700 و اینا بیاد. علت این که یهوی برگشته اینه که اینجا سود داده، 80 تومن سود داده، سود نقدی داده، و با این سود از مبلغ کم شده و یهوی قیمت رو برده پایین و اصلاح خورده تا 30. منتظر شروع موج یک هستیم. بقیه اندیکاتورهاش هم بد نیست، الانه اینها هم میتونه مناسب تر بشه، بنابراین میشه هتاید را به نظر من زیر نظر بگیرید. حالا هنوز سیگنال ورود خیلی زیادی روش دوستان نداریم، ولی میشه زیر نظرش گرفت. الان مومنتومش خوب اومده بالا، مومنتومش امروز خوب اومده بالا و خب میبینید نزدیک صفر هم هست، یعنی رو مومنتوم همون موج یک را داره نشون میده که میگه شارپی برای موج یکش الان بره بالا، چون اگه الان موجی یک شروع بکنه این سه میتونه تا اینجاها بیاد، یعنی تا 2800-2900 حدود 3000 میتونه که بیادش بالا تا اینجا. این کندل هم نگاه کنین، کندل سبز خیلی خوبی بوده. حجم خرید رو ببینین، امون 35 میلیون خرید شده در برابر یه حجم 2 میلیونی، و عرض کنم خدمتون مکدی خوبه. RSI هنوز سیگنال خرید نداده، مومنتوم سیگنال خرید داده، هرچ خوب بوده، این کندل سبز و اون حالتی هم که ما میخواستیم دنبالش بودیم اینجا هست، یعنی از ساعت 11:30 به بعد تقریبا رفته تو حالت صفحه خرید. خب پس این رو میتونید تحت نظر داشته باشید دوستان برای فردا که ببینید چه اتفاق برش میفته. پتایر را میبینیم، پتایر را البته من به خاطر این باز کردم که اون حالتی براش پیش اومده که یک سری با هم بررسی کردیم، یعنی امروز آخرین قیمتش 13 مثبت بوده در حالی که پایانیش 9 صدم، یعنی کمتر 1% بسته شده.
خب این خطرناکه، یعنی کسایی که امروز اومدن این رو با قیمت 13% خریدن چند روز باید این مثبت بخوره و اگه حجم مبناش رو هم تازه پر کنه. این امروز هم حجم مبناش رو پر نکرده، یعنی حجم مبناش که 463,000 تایه امروز 3,000 تا خرید فروش شده، خیلی کمه. یعنی الان این 3,000 تایی که امروز خریدن روی این قیمت به نظر من خیلی ریسک کردن، چون که اون ویدیو رو با هم دیدیم، اون سری برای چی بود؟ برای 600 بود و خب هنوز هم میبینیم 600 چجوری داره حرکت میکنه. یعنی هر روز ما اون سری پیشبینی کردیم 2-3 ماه طول میکشه تا تازه اگه 1% بره بالا. حالا 600 رو تازه نکاب کنین، 1/100، 1/10، 1/10 امروز 1/11 داره میره بالا. یعنی نسبت اون چیزی که ما پیش بینی کرده بودیم، ببینید ما گفتیم مثلا اگه اینجوری بره بالا این شاید 2-3 ماه طول بکشه بره بالا، ولی ببینید اینجوری داره میره بالا. یعنی اصلا کسایی که اومدن اینجا خرید کردن رو 2100 اومدن 600 افرا اون روز خرید کردن، الان اومده رو 2800 و همینجور 2800 داره حرکت میکنه، با 100 داره میره بالا. در حال ریسک دیگه تو اینجا خرید کردن، اینجا خیلی واقعا ریسک، وقتی نماد باز میشه اونم پایانی این شکلیه و در هر حال این نکاتیه که باید دقت بکنید. فپنتا رو با هم دیگه میبینیم که خب فپنتا هم یک حرکت تقریبا خیلی شیب ملایم داره حرکت میکنه، ولی همیشه مثبت. یعنی از چه تاریخی نگاه بکنیم، از اینجا از 13/3 این سهم موقع بوده 18 تومن، همینجور داره میاد بالا آروم و بی سر صدا برای خودش داره انگار میاد بالا به 27 تومن و گویا میخواد این قضیه هم ادامه داشته باشه، به خاطر اینکه امروز هم میبینیم این اتفاق براش افتاده. ولی خب این هم باز مثل همون بقیه ها صف خریدش بوده در طول روز، حجم مبناش را پر نکرده و حجم مبناش 188,000 تا هستش، در حالی که 44,000 تا بیشتر خرید فروش نشده، باز اون حالتی که ما میخواییم رو نداشته. از تو اینایی که الان من انتخاب کردم، تا بعضی هاشو ندیدیم، اونا رو دیگه خودتون برید ببینید. از سوی اینایی که من انتخاب کردم فقط شبسی را هتاید بودن که اون خاصیتی که ما میخواستیم را داشتن که بتونیم از الگوی ساعت براشون استفاده بکنیم. فردا هم باز سهام های فردا رو با هم بررسی میکنیم رو الگوی ساعت، منتظر باشید. امشب باز براتون یه سری تحلیل خواهم گذاشت، تحلیل از بین کامنت های شما عزیزان توی یکی دو تا ویدیوی آخر انتخاب میشه تا پاسخهای شما رو هم داده باشم. تا اون ویدیو خدا نگهدارتون باشه.